من دکتر محمد جواد میرزاده هستم، 26 خرداد 1353 متولد اصفهان، متخصص جراحی مغز و اعصاب، فارغ التحصیل از دانشگاه هانوور آلمان که یک چیز حدود یک سال و نیم هست که در بیمارستان عسکری اصفهان سانتر جراحی مغز و اعصاب را افتتاح کردیم و شروع به فعالیت کردیم. من همیشه به اصطلاح به دنبال نصیحت‌های پدرم که شاید اساسی ترین مربی زندگی بنده بوده، دنبال این بودم که یه روزی به ایران برگردم و یه کار مفید و موثری در مملکت خودم انجام بدم. سال گذشته یه چیز حدود شاید 8-9 ماهشو ایران بودم، 3 ماهشو آلمان بودم و عملا در حال حاضر قرارم این هست که قسمت عمده کارم در اصفهان در ایران باشه. من هر جا که بودم راضی بودم. میدونید من هر جا که بودم، من همیشه فکر میکنم در همه شرایط زندگی همیشه دو راه وجود داره، راه منفی و راه مثبت، و این خود انسان هست که تکلیفش مشخص میکنه. و به خاطر اینکه من همیشه به هر حال به دنبال راه مثبت بودم، فکر میکنم که هم اینجا بیمار نیاز داره کارش انجام میشه و هم در آلمان. و شاید نکته مقدس و شریف پزشکی این باشه که رنگ مو و رنگ پوست و عرض کنم روی شما نجات هیچ چیز نیست، هیچ اصلا معنی خاصی نداره. ولی خب در اصفهان و اینجا یه بوی خاص خودشو داره و این که نمیشه چیز شد منکر شد. من بله، مهمان برنامه امشب هشت بهشت جناب آقای دکتر محمد جواد میرزایان که بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب دارند، متولد 1353. به شما تبریک میگم، کسب این همه موفقیت رو در ابتدای مسیر جوانی. خوش آمدید آقای دکتر به برنامه. سلام خانم مهداری، بینندگان گرام و همکاران عزیز تیم هشت بهشت سلام عرض میکنم. بسیار خوشحال هستم که امشب لحظاتی رو در خدمت شما و همشهریان عزیز و هموطنان ما هستم. خواهش میکنم، ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. امروز عمل جراحی داشتید؟ بله، امروز صبح بنده اون موقعی که حضرت عالی زنگ زدید که برای هماهنگی برنامه امشب، تازه داشتم شروع میکردم یک عمل جراحی ستون فقرات که به اصطلاح عمومی جراحی وسیله گذاری و پیچ و پلاک هست انجام بدم. بله. بیمارتون چند ساله بودن؟ 47 ساله. 47 سال. بله. خوشبختانه رضایت بخش بود عمل. بسیار عالی، طبق معمول به صورت عادی انجام شد و بله، و امروز بعد از اون ساعت 4 قبل از اینکه از بیمارستان بیام بیرون بالا سر ایشون بودم و هیچ مشکل خاصی ایشون نداشت. خدا رو شکر. آخرین باری که مغز رو عمل کردید کی بوده؟ دیروز. دیروز. بله، شادیه. اون بیمار شما چند ساله بودن؟ اون بیمارم 32-33 ساله بودن. جوان بودن. خیلی جوان بودن. یک تومور بسیار وسیعی داشتن و عرض کنم حضور شما ایشون به من مراجعه کردن که خیلی نگران بودن، خیلی متاثر بودن و الحمدلله ایشون رو دیروز جراحی کردیم و امروز هم البته تصاویرش رو به اتفاق بینندگان دیدیم در معرفی. بله، شما دقیقاً همین. بله. دقیقاً کاملا صحیح. بله. از جراحی دیروز بود که بیمارم امروز زور پس از این که در آی سی او به قول خودش نهارش خورده، از آی سی او به بخش جراحی منتقل شده و اونجا هستش الان. خدا رو شکر، پس رضایت بخش. بله. خب بله. البته این تصاویری که دیدیم مرتبط با عمل جراحی روز گذشته شماست که بله، در طول برنامه امشب باز هم از حضور شما در اتاق عمل کنار بیماران بله، و کلام شما استفاده خواهیم برد. آقای دکتر میرزایان، برگردیم به کودکی شما. اصلا تمرین پزشکی می کردید؟ از کی متوجه شدید به این رشته علاقه من هستید؟ عرض کنم حضور شما، تا اونجایی که یادم میاد بازی های دکتر و این چیزا نه، عملا چیز خاص خاطری خاصی ندارم که کلن. بازی های کودکانتون چه نوع بازی هایی بود؟ بازی کودکانه من یادم میاد که عرض کنم حضور شما با خواهر برادرام و همسنهای خودم، پسر خاله‌هام و
دایی دایی دارم، هم سن خودم هست. ما عادت داشتیم که زورا وقتی که همه خواب بودن مغازه بازی بکنیم و فروشنده بودین یا فروشنده می اومدیم. خریدار؟ ما هر کسی مغازه خودش رو داشت، یه گوشه به بله. اصطلاح اتاق نشیمن برای خودش مغازه داشت و همیشه ما میرفتیم از هم دیگه خرید میکردیم، میفروختیم و بله و این انصاف داشتید؟ من انصاف داشتیم. و من یادم مادرم اون موقع میگفت ما که میخواستیم دکتر مهندس بشیم نشدیم، شما که از حالا اصلا فکر درس نیستید توی بازیاتون، دیگه شما قرار چی بشید؟ خب الحمدلله این نتیجه عکس داد و خوشبختانه بله. فروشنده کوچک دوران کودکی ما الان خودشون یک جراح مغز و اعصاب هستن، خدا رو شکر. بازیاشو کردیم که در زندگی جدی کار دیگه انجام بده. همینطوره. دقیقا. البته خب طبیعت بچه ها هم اقتضا میکنه باید بازی های کودکانه باشه تا کسی بتونه مراحل رشد رو پشت سر بگذاره. آقای دکتر میرزایان، خب اصفهانی هستید، ایرانی هستید، دوران تحصیلتون رو به اقتضای اینکه در کشور دیگری بودید فرمودید آلمان سپری کردید و خوشبختانه هم برگشتید و خدمت خواهید کرد به این مردم خوب و عزیزی که خیلی اوقات محتاج یک تبابت صادقانه از پزشکشون هستن. این تنها درخواستشون هست. اولین باری که مغز انسان رو دیدید چه جمله‌ای به زبان آوردید؟ اصلا چه احساسی داشتید؟ اولین باری که مغز انسان رو در یک بدن زنده یعنی در حین جراحی دیدم در سال 1998 میلادی بود که یه چیز رو 14 سال پیش میشه، در لندن بود. یک دوره اونجا من در بیمارستان وایت چپل میگذروندم و وقتی که جمجمه باز شد، دورمه باز شد، مغز مشاهده شد، وای خدای من، و شگفت زده شدی. اصلا یه چیز شاید از اون لحظه دیگه کاملا مشخص بود که من در زندگیم بهترین راه هم جراحی مغز اعصاب خواهد. آقای دکتر، مغز انسان چه حالتی داره شما که از نزدیک دیدید و لمس کردید؟ مغز انسان یک حالت نرم مانند، مثل شاید میشه گفت مثل یک خمیر دندان نیمه سفت، یا شاید بله یک همچین حالتی داره. وزنش چقدر هست؟ وزنش در آقایون یکم از خانم‌ها بیشتره، ولی این به معنای البته این فقط کیفیت کمیت نیست. هست بله، بله. کاملا کیفیت متفاوته. 100% همینطور خواهد بود. در آقایون حدود هزار، حدودا یک کیلو و نیم هست، 1400، 1500، 1300. بعد خانم ها؟ از خانم ها 100 گرم کم تر مثلا. خب 100 گرم قابل اغمازه. 100% بله. به خاطر این هست که به هر حال فکر و مغز آقایون در اختیار خانوما هست، به خاطر همین فکر میکنم خانوما عملاً 3 کیلو مغز وقت دارن در کنار. ممنونم از حسن نظرتون. آقای دکتر میرزایان، سلول های خاکستری مغز، این شیار هایی که ما در مغز میبینیم، این همه سلول عصبی مویرگ، واقعاً یک معجزه است. خلق جز جز بدن انسان به خصوص مغز انسان، اصلا شما معجزه رو با چشم خودتون دیدید در این دوران کاری خودتون؟ شاید این یک سوژه بسیار 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 شگفت انگیزی هست که من فکر میکنم به هر حال تاج خلقت یا شگفت پیچیده ترین سوژه خلقت همین مغز انسان باشه، که عملا هر چیزی که ما میبینیم و خودمون به وجود آوردیم، این نتیجه اون کاربردی هست که اون سلولای خاکستری که ذکر کردید انجام میدن. تفکر ما، کلام ما، شنیدن ما، دیدن ما، واقعا همه وابسته به قدرت مغز ما هست. میشه آقای دکتر از ظاهر مغز کسی به احساسات او هم پی برد؟ از ظاهر مغز کسی به صورت با دید چشم یا دید میکروسکوپ اون معنا نه، منتها در به اصطلاح آخرین روش هایی که از نظر تصویر برداری وجود داره، تصویر برداری
مولکولار ایمیجینگ مثلا ما میگیم اینجوری هست که میشه تا حدی از احساسات به احساسات افراد پی برد. بله، این چیزی هست که اخیرا در درمان اعتیاد، در درمان حافظه، اختلال حافظه به کار میره. بله. مغز آقای دکتر میرزایان به عنوان یک فرد جوان بسیار موفق با مغز یک فرد عادی تفاوت داره؟ از نظر خود بافت مغز نه، تنها فرقی که داره اون کاربرد و استفاده ازش هست و اون تفکرات شخص هست، تفکرات انسان هست و اون که ما چطور چه فکرهایی میکنیم، چطوری فکر میکنیم، این سازنده به اصطلاح اصول چارچوب و ساختمان اصلی مغز ما هست. یعنی نوع تفکرات ما دقیقا در ظاهر مغز ما هم تاثیرگذاره؟ میتونه، بله، این چیزی هست که آدم میتونه با طرز فکر میتونه روی مغز خودش تاثیر بذاره. بله. ممنون و متشکرم. این گفتگو ادامه خواهد داشت. در حال حاضر در حال جراحی یک تومور مغزی هستیم که یک آیسی 8 ساله دچارش شدن. هر جراحی مغز سختی و دشواری خودشو داره. من این سختی به خودم میخرم که عرض کنم حضور شما بیمار سختیش کمتر باشه. اینقدر عاشق این رشته هستم و غرق قضیه هستم که اصلا تصور نمیتونم بکنم که کار دیگه ای بخوام انجام بدم. به خاطر اینکه اون کاری که من انجام میدم به صورت مستقیم، به صورت کاملا مشخص رضایت بدنی و رضایت روحی و معنوی دارم، شاید این هست که اون فشاری که آدم فکر میکنه میتونه داشته باشه رو اصلا حس نمیکنم. پی میبره آدم به شگفتی های خلقت و اینکه ببینه ما چه پروردگار و چه خالق خلاقی داشتیم که یک همچین ارگانی، عضوی رو تنظیم کرده که ما بتونیم تمام این چیزهایی که به هر حال به وجود آوردیم و از راه تفکر و فکر به وجود بیاریم. بیمارانم سلامت هستن، سرحال هستن، بعد از جراحی به من مراجعه میکنن و از زندگی روزمرهشون میگن و ما رو به هر حال ثمره کارمون رو نشینه امیدن اون بهترین تفریح و زمانی هست که من دارم. تدریس چیزی هست که من فکر میکنم دین و مسئولیتم هست که این رو به هر حال به نسل آینده منتقل بکنم و بهترین خوب شرایطش این هست که اون تدریس تئوری توأم بشه با تدریس عملی. به خاطر اینکه هیئت علمی دانشگاه هانوور هستم، روز 2-3 ساعت باید مطالعه بکنم، مقاله بنویسم، مقاله بخونم، پایان‌نامه‌هایی که ارسال میشه برام مرور بکنم که اینا رو معمولا میذارم واسه شب ساعت 8-9 شب به بعد. من خانومم اونطور که به صلاح خود ایشون شاغل هستن، ایشون متخصص داخلی هستن و فوق تخصص قلب دارن و در آلمان شاغل هستن، قسمتی از سال در آلمان هستن، قسمتی هم اصفهان هست. نصیحت استادم هست آقای بزرگسمی که ما آدم اگر بخواد جراح اعصاب جدی باشه باید با جراح اعصاب چیز بشه، ازدواج بکنه.